سلام مرسلو جان، گل من، روزت مبارک باشه. سلام، بفرمایید. ناقابله. آره آره، برای من کادو گرفتین؟ بله. چرا آخه، برای چی؟ اخیار دارین دیگه، روزه بالاخره، روز مبارک دیگه. آره، کی از تو مردتر؟ آره ببخشین کوچولوه فقط. آره اومدم خونه تو با شریک شدم، هیچی نگفتی. خانومم برداشتم آوردم تو این خونه، یه شبه 20 سال پیر شدی بازم هیچی نگفتی. خیلی مردی. ما شعورمون میرسه، بالاخره آدمای بیشعوری نیستیم. آره میفهمیم داریم ازتون سوء استفاده میکنیم. بله، یکم شعورو داری. آره دستتون درد نکنه، حالا چی هست؟ باز نکنی، صبر کن، اول باید عکس بگیریم. آره میخوام عکس بگیرم بذارم تو صفم، مدیری رم تگ میکنم، دلش بسوزه. آره بیا بریم. بیخند کادو گرفتی، بیخند کادو گرفتی. فقط یه دونه دیگه مگه ممکنه بگیم؟ یه خود قیافتون غافلگیرتر باشه. آره همون موقع که این کادو رو دادیم باید میگرفتی، الان نمیتونم بازی کنم. جست غافلگیری میشه جست غافلگیری بگید. دستتونو بذارین جلو دهنتون، خب چشاتونو پر اشک کنین، گریه کنین، خوبه. آره یه زنم چشات همینجور که دوربی زل میزنی، زل بزن تعجب کن. من آنی کادو واسه تو. عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی. بیا تعجب کن، غافلگیر. خب حالا بریم سراغ کادو. واقعا راضی به زحمتتون نبودم. الان نه که، الان باز نکنین، اول حس بزنین چی توشه. آره چشتو ببند، لمسش کن، بگو چیه. آره چشتو ببند. آره کتابه؟ اتکلونه؟ پیراهنه؟ چرا؟ چرا بی خودی میخندین؟ چرا خوشی نلکی شما؟ خب آقا همه غلط گفتی. آره غلط گفتی. سب کن الان بازش نکنی و بازش نکنی و چیه؟ میخوام کار دارم، میخوام برم، اجازه بدیم. از مدیری تشکر نکردی. بله تشکر برای چی؟ خب کمک های ایشون نبود اصلا نمیشد این هدیه رو تهیه کرد. آها این سه نفری گرفتی. بله بله، البته دوستاشن اسمی ازشون برده نشد ولی دیگه نشد. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. نه دیگه، از آنی تشکر نکردی. چرا همون اول از ایشون هم تشکر کردم؟ نه نه، تشکر ویژه کنی. آنی اصلا ازت خوشش نمیاد. به زور رازش کردم از اینه کادوی تو رو بده. آره خانم خیلی زحمت کشید، خیلی ممنونم، متشکرم. باز کنم؟ نه نه نه، مدیری سلام کردی؟ پارت میکنم تو صورت دیگه. نه نه نه، بگم من. باز کنیم. روز مرد مبارک. فقط مواظب باش این کاغذ کادوش پاره نشه، گرونه، از این گروناست. چسبش آروم بده، این کاغذ کادو رو نکشه. آره جاتاش رو کاغذ نمونه. جاتاش مون. گوشش کن، چروک شد، مواظب باش. بگی من از هرمان قلبم رفت رو هزار، ولم کنی. خجالت نمیکشه جلوی زن میگه ضربان قلبم رفت رو هزار. خیلی بیادبه، خیلی اصلا لیاقت کاد. بریم بیدیم به مدیر. آقای مدیری ناقابل مدیری مدیری روزت مبارک. تا سه میشمارم جفتتون صحنه رو ترک میکنین. یک، دو. میگم دو نیمم میگی یا یه ضرب میگی سه؟ اعصاب نداره بودو.
آخش آه آه چی کار داری میکنی اون زیر؟ آه 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 چی کار داری میکنی اون زیر؟ من از این مردای خیلی فنی هم که روزای تعطیل که میشه یه آچار میگیرن دستشون کل خونه رو تعمیر میکنن. من از اون مردم. ببین از هر کدوم مردا که هستی باش این مرد سالمه، کاری نداشته باش بهش. ها خب ببین این کل این مبلا زیرشو چسب کاری کردم. خب بذار خوشن، فردا میخوام یه استنبولی آبدوغ بپاشم زیرشون. خیارو کیش میشم توش بریزد. مسخره بازی در نظر دیگه. خب دوغا به دیگه. یه ذره فهمیدی این مبلو تازه چینه. گرفتم آقای چه کاریه میکنی؟ خوبه خوبه همین خوبه. اینم کندیم داره. این لوله گازه دم در غور شده بود، کندم انداختم دور. لوله گاز از جا در بود؟ آره دیگه. خب الان تا یه لوله مناسب برمیداره. نه بابا ناراحت نباش، من خودم فنی همه. اصلا خوبه یه مرد فنی تو خونه باشه همیشه. یه چند تا دستمال کاغذی اینجوری که پوندم تو این لوله دریچه گاز که گاز نش نکنه. دستمال کاغذی جلو گاز مگه میگیره؟ بیا برو پی کارت، نکن این کارا رو. ببین من یه پیشنهادی هم واسه این خونه دارم اگه موافق باشی. چیه؟ من میگم اگه این آشپزخونه رو بندازیم سر اتاق پذیرایی خونه بغلیه، خیلی جامون باز میشه. نه چقدر میگیری ادای مردای فنی رو در نیاری؟ چیه؟ پولتو به رخ من نکشا، پولتو بذار تو جیبت. من یه مرد آچار به دستم، فهمیدی یا نه؟ حواستو جمع کن، من برام افتاده که کسی از بیرون بیاد اینجا وسایل خونم رو درست کنه. اینو خود تو گوشت فرو کن. یعنی مدیری موبایلت هم درست کردم و خیالت راحت. یه ذره فقط صفحه تاچ چرک بود گذاشتم تو وایتکس درست میشه. یعنی خدا اصلا نگران نباش، خیالت راحت. آخرابت هممونو به خیر کنه با این مرد فنی. آره چقدرم تو ناراحتی، تو که یه قرونم واسه تأسیسات به من نمیدی که. الان فهمیدی من اون اتاق پشتیه رو کل سرامیک کفشو عوض کردم؟ واسه چی این کارو کردی؟ برای اینکه آنی وقتی میشست رو زمین ناراحت بود، کل سرامیکو عوض کردم دیدم بازم راحت نیست، ناراحته. فهمیدم رو سیم آنتن تلویزیون میشسته. آره یه ذره رفت اون برتر درست شد. آره حیف که الان دارم میان دنبال آگهی تکلیفتو یه سره میکرد. اگه کسی داره میاد بگو در بزنه، به خاطر اینکه آیفون صدا نمیده. آیفون که درست بود. آره زیاد زنگ میخورد، یه تیک مقوا گذاشتم پشتش دیگه صدا نمیده. ای وای مگه میشستم؟ آره آره میشه. میبینی مدیری؟ به من میگه میشه. خودش دیروز یخچال صدا میداد، یه تیکه مقوا گذاشت زیرش صداش قطع شد. حالا به من میگه وا مگه میشه شلوغشم میکنه. میگه الان کجا رفت؟ نمیدونم، رفت لابد یه دوش بگیره آروم شه. رفت لابد یه دوش بگیره آروم شه. نمیدونم دوش کدوم دوش چی که میکرد، کل سوراخاشو سیمان گرفتن. من صبح تا شب آچار به دست اینجا جون میکرم، اینجوری قدر منو میدونه جواب مزدم میده. دیدی؟ تو اگه خیلی فنی هستی اون دستگیر اتاق خودتو الان 6 ماه هرز شده. اون نه نه مودی هرز نیست، از ریشه خرابه. من میدونم با چی باید اینجا رو گود برداری کنیم 20 متر بریم پایی، بعد بوتون بریزیم بیایم بالا. آره برای دستگیره. آره دیگه با مترو تهران هم صحبت کردم، موافقت شده، قرار شده خط دو رو متوقف کنم، من دستگیره رو درست کنم. آره اومد بده راست بشکن، بده دست کمک راننده بشکن. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ لودر اومده، لودره. آه مالید به ماشین مدیری. خب حالا حیب نداره، همینا برو عقب بشکن، خودم اومدم. برو عقب چیزی نشده، برو عقب. میگه ما تو داری اشتباه میکنی. من مطمئنم آقای مدیری نبود. من مطمئنم مدیری بود. من مطمئنم نبود. الان هر کی سوالی درباره مدیری داره از من میپرسه. الان چند وقتی یه قراره یه کتاب چاپ کنم به اسم آنچه از مدیری نمیدانید.
خب اگه مدیری نبود چی؟ اگه مدیری نبود من استعفا میدم از این برنامه میرم. خوبه؟ آره خوبه. مرد و حرفش. مرد و حرفش. قول دادی. بله قول. جلوی این همه آدم بله قول دادی. بله قول دادم. خوب. اگه مدیری تو اون فیلم بازی نکرده بود من استعفا میدم میرم از این برنامه. خیلی خب قول بری. دادی. قول دادم. ای مرد حرفش بره قولش نمیره. آقای مدیری شما توی فیلم جایی برای پیرمردانیس بازی کردین. بله همون فیلمه که No Country for Old Men. خیر ها دیدی تو خودت بودی که همون قاتله که اسلحه اون قدی داشت. من نبودم عزیزم اون خاویر باردم بود. خاویر باردم دیدی مرد و حرفش بریم استفاده. اون خاویر باردم بود. پس اون کی بود که پدر شوهر ستایش بود؟ اون کی بود اصلا؟ چه ربطی داره؟ اون آقای داریوش ارجمند بود. داریوش ارجمند بود. اگه داریوش، پس اون کی بود که تو اون فیلم با خرس درگیر شد جنگید؟ اون دیکاپریو. دیدی مرد و حرفش. مرد و حرفش. یه دقیقه وایسا. میگم مطمئن اون خاویر باردم بود. آره چه شباهتی، خیلی عجیبه، عین خودت خاویر. بریم پس استعفا میدی دیگه. من دنبال بازیگر باشم. یعنی نه یه دقیقه خسته نباشی. همکاری خوبی بود. مدیری. امیدوارم همیشه تو زندگیت موفق باشی. مدیری دیگه مرد و حرفش. مدیری یه دقیقه وایسا. یه دقیقه وایسا. سوء تفاهم پیش اومده. یه دقیقه وایسا. این سری نتیجه گیری نکن، قضاوت کنی. تو قول دادی مرد و حرفش. جلو این همه آدم قول دادی. خیلی خوب باشه. من قول دادم مرد و حرفش. فقط باید استعفا که میخوام بدم یه متنی چیزی باشه. من نمیتونم همینجوری بدون متن استعفا بدم که. درسته؟ خب اون کاری نداره که. من بهت میگم تو بنویس. مثلا بنویس که خیلی من واقعا برای دوره همی زحمت کشیدم مثل یکی سرباز و از این به بعد برای دوره همی دعا میکنم. باشه خیلی هم خوبه. من همینو مینویسم، اصلا مشکلی نداره. ولی یه چیزی بگم. من از دوره همی برم میخوره زمین دوره همی. بعد این میان مردم تلویزیون روشن میکنن یه دوره همیه. قیمت نداره. ولی من مطمئنم این مردم دلشون میخواد تو پای حرفت باسی. مرد و حرفش. خیلی خوب باشه، من پای حرفم وای میستم. شما نگران نباش مرد. ولی من میدونم من اگر موافقت کنم خودم هم استعفا بدم مدیری قبول نمیکنی. از نظر من اصلا مسئله ای نیست. از زحمات تقدیر میکنیم، با استعفات هم موافقت میشه. تموم شد. موافقت میشه؟ بله با استعفا من موافقت میشه. باشه هیچ اشکال. من استعفا میدم. بنویس مرد و حرفش. باشه چی مینویسی تو؟ باشه من مینویسم. ببین خوبه این. ببین مدیر ببین خوبه. به نام خدا. اکنون که در حال نوشتن این استعفا هستم. ساعت چنده الان؟ ساعت؟ پنج و نیمه است. آخو پنج و نیمه. وقت اداری تموم شده الان دیگه. الان دیگه استعفا بدم مدیری پذیرفته نیست. نمیتونم اسم. ببخشینا. راست میگی دیگه. خیلی آفرین. من به تو افتخار میکنم. تونستی از این مخمصه خیلی خوب در بیاری. آره مدیری. آفرین. دوره همی بدون قیمت هرگه. خیلی مرسی هستی. خیلی جزه. اینقدر بعدم میاد از این جوونایی که همش سرشون تو گوشیشونه. حالم به هم میخوره. جوونم نیست آخه، پیره. چی میگی؟ چرا نمیذاری آدم تو حال خودش باشه؟ همش فضای مجازی، همش چت، همش از این استیکرهای مسخره تیر تو قلب و از اینا. بابا یه ذره بیا تو فضای واقعی. چی فضای مجازی؟ چی میبینی تو این فضای مجازی؟ تعجبم میکنی اونجا؟
آره. غذای مجازی چیه؟ برای روز پدر دارم تبریک میفرستم برای پدرم. آفرین آفرین آفرین. چقدر شعور داره. باریک تعجب کردم واقعا. اصلا توقع نداشتم. مدیری من خیلی خوشم میاد از این جوانایی که هوای پدر مادرشونو دارن. لذت میبرم مدیری واقعا. آفرین. حالا چی مینویسیم؟ آره. چیز خاصی نیست. نوشتم پدر جان دوستت دارم، روزت مبارک. همین. دیگه؟ همین. آره دیگه همین 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 دیگه چی همین براش نوشتی برسادی؟ با همینو مینویسن همه چی مینویسن همین یعنی چی؟ کادو هیچی نمیدی؟ کادو هم گرفتم. کادو که وظیفت باید بگیری بلده. ولی میگم پیام یعنی همین، این که از سرواکنیه همهش یعنی چی؟ به نظر من همهشو پاک کنیم. آره. این چیزی که من میگم رو بنویسیم. بنویسیم بزنیم. پاک کن بنویس. راحت نوشتم. بابا نان داد. بی آنکه بدانم بابا چه سخت جوانیش را برای نان داد. اینم خوبه، فقط یکم ثقیل نیست. نه ثقیل باشه باباته، موشو سفید کرده تو رو اینقدی کرده، دوتا ثقیلم براش بنویس. چی میشه ثقیل بنویس؟ یه چیز دیگه ثقیل بگو. اینم بنویسین. آغوشت بهشت من است پدر. آفرین. اینم بنویس، اینم اضافه کن، اینم بنویسین. ای به قربان وجودی که وجودم ز وجودش به وجود آمده. پس اونجوری شد که آره حالا نوبت منه. حالا اینم بنویس، اینم دندانم شکست برای سنگ ریزه‌ای که در غذایم بود، دردم گرفت نه برای دندانم، برای کم سو شدن چشم پدرم. آره. تو خونمون با آره ما تو خونمون بابام غذا درست میکنه واسه مونه. آره. قیقی مسی. مسی چی؟ مسی هستی. باشه خب خوبه دیگه، همین دیگه خوبه بنویسین. آره. آره. اینا استعاره است میدونین، استعاره بابا استعاره دوست دارن. آره حالا بخون ببینم چی نوشتی. همین راحتم نوشتم بابا نان داد بیان که بدانم بابا چه سخت برای نان جوانیش را. اینم بنویسین چی؟ اینم بنویسین. بنویسین قند بابا بالاست. ولی همیشه دلش برای ما شور میزنه. شور باری که باری خانم پدر من قند نداره. داره. به تو نمیگه نگران نشی. بله باباست، دلسوز، دلش میسوزه، گذشت داره. بسیار خوب. نمیفهمی قند خون پدر بالاست ولی دلش همیشه برای ما شور میزنه. داره برای ما. آفرین. قیقی یه چیزی کم نداره. آره خیلی لخته. آره هنوز در نیومده. میگم اینم بنویس تنگش دیگه در میاد. بگو گویی زیر نویس فارسی دارد چشمان پدر، افسوس که هر وقت حرف از صداقت شد صداقت شد. این الان صداقت شد چه ربطی داره به پدر؟ خب اینجوری بنویسیم. هر وقت صحبت از صداقت شد صداقت شد ای پدر. ربطش دادن الان ربطدار شد. آره بنویس خوبه. یه چیزم هست، من یه آهنگ دارم این پارسا روز پدر باهاش همه جا رو به خاک و خون کشیدم. خیلی خوبه، برات میفرستم براش بفرست. اجازه بدیم من اینو بخونینش. راحت نوشتم بابا نان داد بیان که بدانم بابا چه سخت برای نان جوانیش را داد. آغوشت بهشت من است پدر، ای به قربان وجودت که وجودت ز وجودم به وجود آمده است. دندانم شکست برای سنگریزه‌ای که در غذایم بود، دردم گرفت نه برای دندانم، برای کم شدن سوی چشم پدرم. قند خون پدر بالا سری، دلش همیشه شور میزند برای ما. حرف‌ها دارد چشمان پدر، گویی زیرنویس فارسی دارد. هر وقت حرف از صداقت شد صداقت شد ای پدر. این خیلی روحوزی شد من فکر می‌کنم. نه حالا آهنگ رو گوش بده، این خیلی خوبه. گوش بده بفرست. خیلی خوبه. خیلی زیبا بودن.